خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. این سفر ولادیمیر زلنسکی به سوئد رو از چه نظرهای اهمیت میدونیم و چقدر میتونه این معادلات جنگ روسیه و اوکراین رو تغییر بده؟ خب در راستای به هر حال اقداماتی را که اوکراین داره به عمل میاره در ارتباط با کمک‌های نظامی از سوی کشورهای عضو ناتو و به طور کلی ایو و دیگر کشورها، این سفر هم در همین راستا صورت گرفته. سوئد که از کشورهای مهمه برای پشتیبانی سیاسی و همینطور پشتیبانی نظامی، و دقیقا نمیدونیم ولی احتمالاً زلنسکی دنبال سلاح‌های بیشتر خواهد بود. تا حالا سوئد کمک‌های تسلیحاتی تقریبا خوبی رو به اوکراین داده، از توپخانه آرچر گرفته که هوویتزر 150 میلیمتری، تانک‌های لئوپارد، خودروهای ویژه زرهی CV90، نارنجک انداز، سلاح‌های ضد تانک، دستگاه‌های مینروبی، مهمات. و نکته دیگه اینه که سوئد حتی موشک‌های ضد کشتی، البته با بعد کوتاه، مثل ربات 17 و RBS 17 به اوکراین داده که ازش داره استفاده بهینه میکنه در دریای سیاه و مشکلاتی رو ایجاد میکنه برای روسیه. آقای آریان، این نزدیکی زلنسکی و این تلاش دیپلماتیک زلنسکی برای نزدیکی به اتحادیه اروپا چقدر در عمل میتونه روسیه رو تحت فشار بذاره و به نوعی به عقب برونه با توجه به توان نظامی اروپا و با توجه به وابستگی های اروپا در حوزه انرژی به روسیه که همچنان با وجود اینکه اقداماتی در این زمینه انجام دادن ولی نمیشه نادیده گرفت که یکی از چالش‌ها و چالش‌های بزرگی هست که اروپا باش رو به رو هست. فکر میکنین این روسیه رو در چه موقعیتی قرار میده و چقدر امکان رسیدن به یک توافق احتمالی رو بیشتر میکنه این نزدیکی اوکراین به اروپا؟ مسئله بسیار پیچیده است. برای اینکه به طور کلی اگر مثلا از دید نظامی بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، خب کشورهای اتحادیه اروپا به اندازه وسع خود کمک کردن به اوکراین، ناتو هم همینطور، ولی در این حال این کشورها، یعنی به طور کلی ناتو، نمیخواد وارد جنگ مستقیم با اوکراین بشه. این رو در نمونه سلاح‌ها و گونه های مختلف سلاح‌هایی که به اوکراین دادن، این رو ما میبینیم و حتی تاکید کردن که از این سلاح‌ها برای موازی داخل خاک به حساب روسیه استفاده نشه. حالا بگذاریم که اوکراین داره از پهپادها استفاده میکنه برای حمله حتی به مسکو، ولی مسئله بسیار واقعا پیچیده است. یعنی از یه طرف کمک ها رو ارائه میدن، از طرف دیگه نمیخوام وارد جنگ مستقیم بشم، و در این حال روسیه در یک وضعیتی قرار گرفته که بخش عمده حدود 17% از خاک اوکراین رو اشغال کرده، محکم پشت جبهه خودش وایستاده. اوکراین تا به حال نتونسته حمله حساب ضد حمله یا پاتک واقعا کارسازی انجام بده و بتونه این خطوط رو بشکنه، و هیچ امیدی هم نیست، برای اینکه واشنگتن پست همین 2 روز پیش گفته از طرف جامعه اطلاعاتی به حساب آمریکا که پاتک‌های اوکراین قادر نخواهد بود مثلا به ملیتوپول برسه، یعنی به دریای آزوف، که این جبهه رو به 2 قسم تقسیم بکنه. بنابراین مسئله بسیار پیچیده است. روسیه در وضعیت ضعیفی ممکنه از نظر اقتصادی باشه، گرچه کمک از چین میگیره، ولی به طور کلی در شرایط بحرانی نیست که بخواد تن با آتش بس بده. مهمتر از همه، اوکراین نمیتونه آتش بس رو قبول بکنه، برای اینکه بیشتر 17% خاکش در اشغال روسیه است. مسئله بسیار پیچیده است. باید ببینیم که واقعا این حملات کارساز خواهد بود و چه آلترناتیوی اروپا میتونه و به طور کلی ناتو و آمریکا میتونن قائل بشن که بتونن به نحوی این مسئله رو به پایان برسونن، یا حداقل این کشورها رو، یعنی روسیه و اوکراین رو، به میز مذاکره بکشانن.
حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل، خیلی متشکرم آقای آریان از توضیحاتتون و از حضورتون در برنامه.